خانم احدی، ممنون از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. میدونیم که امروز اولین جلسه دفاعی حمید نوری شروع شد. شما برداشتشون از حرفای ایشون چی بود؟ خب میدونیم که خیلی از چیزها رو انکار نکرد، اما تاکید داشت که زندانی به نام گوهردشت وجود نداشته و اون هم در این زندان هیچ وقت کار نکرده، بلکه تاکید داشت که در زندان اوین بوده. بله، این به نظر من امروز دادگاهی که تشکیل شد و دفاعیاتی که ما شنیدیم بسیار مهم بود. برای من به عنوان کسی که یه درجه با فاصله دارم این مسئله رو نگاه میکنم، فکر میکنم بحث‌های زیادی رو برای ما مطرح کرد و آورد روی میز، از جمله بحث جنگ ایران عراق، از جمله بحث کردستان. این طرف میگه که من 17 سالم بود با اسلحه میرفتیم این ور اون ور و پاسدار بوده و بعد خودش میگه که اومدم کردستان به خاطر اینکه مثلا لیاقت و شجاعتش رو دیدن و بعد میره دادیار میشه. یه لابلای حرفاش میشه یه چیزایی رو در آورد به نظر من. ولی یکی از مسائل مهم این هست که ما 42 سال حکومت اسلامی رو نمیتونیم فقط یه نقطه رو بررسی کنیم بقیهش رو بذاریم کنار. همه چیز میاد روی میز. من میدونم که الان این دادگاه در مورد نقش یک نفره و این یک نفر رو اینقدر سوال پیچ خواهند کرد که یا مجبور بشه بگه واقعیت هایی را یا یه چیزایی رو کتمان کنه. ولی من نوعی که از روز اول علیه جمهوری اسلامی بودم، مثلا حاضرم بیام در مورد کردستان باهاش بحث کنم. منم تو کردستان بودم. من اون موقع 23 سالم بود. ما هم اسلحه داشتیم در مقابل اینا ایستاده بودیم. چرا جنگ شد تو کردستان؟ جنگ ایران و عراق اصلا چرا شروع شد؟ همه اینا به نظر من بحثایی است که داره مطرح میکنه. ولی نکته مهم اینه که ما در مورد یکی از مقامات جمهوری اسلامی داریم حرف میزنیم که این سعی میکنه با داستان سرایی و به نظر من، یعنی وقتی آدم نگاه میکنه، کسی که ایستاده اونجا بچهشو کشتن، کسی که همسرشو کشتن و کسی که انگشت اتهام مشخصا به طرف این آدم داره، میبینه چقدر ریلکس، چقدر از خود راضی، چقدر خودشیفته در مورد اینکه خوشگل بودم و بقیه به من توجه میکردن و نمیدونم فلان. سعی میکنه وقت بخره و در مورد جزئیات و مسائلی که باید پاسخ بده تقریبا چیزی نگه. تو لابلای حرفاش میشد فهمید مثلا سیستمی که کار میکرد، این طرف میگه که من هیچی بلد نبودم، دادیارم کردم. منم میدونم ما با سیستم قضایی طرف هستیم که شما میتونی بری فقط نفس اینکه پاسدار بودی و اسلحه دستت بوده و آدم میکشتی و جنایتکار بودی سلسله مراتب رو تیک کنی. این کارو کرده. یا اینکه در مورد اینکه حسابدار نبودم ولی الان بهترین حسابدار دنیا هستم، رفتم و این کارا رو یاد گرفتم. اینا رو میشه فهمید توی حرفاش. ولی به نظر من هنوز ادامه خواهد داد این بحثا رو و قضاتی که اونجا نشستن، دادستان باید دقیق سوال کنه و چیزایی رو که داره انکار میکنه یا به طور مشخص باید معلوم بشه نقش این آدم تو قتل عامی که راه انداختن اون موقع چی بوده. و من شخصا فکر میکنم مسائلی تو این دادگاه روشن خواهد شد. اون نکته‌ای که روش تاکید میکنه و اینکه اسمش رو گذاشته نگاه دیگر، که در واقع به قول معروف از نگاه خودش داره این داستان رو روایت میکنه، به نظر شما تا چه اندازه فکر میکنید میتونه موفقیت آمیز باشه؟ چون خب سعی میکنه جوری جلوه بده برخلاف اینی که انکار نمیکنه که دادیار بوده، اما سعی میکنه نشون بده که برخلاف دیگر پاسدارها و دادیارها آدمی بوده که زندانی باش رابطه خوبی داشتن، عاشق زندانی ها بوده و به اونها مرخصی داده. اما این کاملا برخلاف روندی هست که ما نه تنها در شهادت‌های قبل از این دادگاه در روایت‌ها شنیدیم، بلکه در طول این دادگاه هم تمام شهود و شاکیه که حضور داشتن خلاف این رو ثابت کردن. به نظر شما فکر می‌کنید که آیا نوری داره سعی می‌کنه نقش خودش رو کمرنگ کنه، تقلیل بده به یک فرد ساده‌ای در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و بقیه رو متهم اصلی جلوه بده؟ نه، به نظر من سعی می‌کنه که نقش خودش رو کاملاً وارونه جلوه بده، ولی در عین حال باید توجه کرد که دادگاهی که تشکیل شده قبل از سرنگونی اونایی که رئیس و رؤسای این بودن، بنابراین سعی میکنه در اینها نگاه دیگر، منظورش اینه که داره نگاه خمینی، خامنه ای، رئیسی و تمام دم و دستگاه جمهوری اسلامی رو نمایندگی میکنه. این کماکان میگه با احترام فراوان نمیدونم امام خمینی و صلوات بفرستید و از این حرفا، ولی از نظر ایدئولوژیک و سیاسی داره از سیستمشون دفاع میکنه. تا اونجایی که به نقش خودش برمیگرده سعی میکنه نقش خودش رو انکار بکنه، در حالی که دادگاه در مورد نقش یه آدمه، یه آدمی که تو حکومت اسلامی بوده و این باید بدونه و میبینه که تو دادگاه‌هایی که اونا برگزار میکنن نمیدونم حکم قاضی و عقل قاضی و احساس قاضی و اینا باعث میشد آدما رو بکشن یا خودش این کارا رو کرده، الان اینجا اینطوری نیست. مو رو از ماست میکشن و تا حدی که به نظر من این دادگاه وارد جزئیات بشه مجبورش خواهند کرد مواردی رو
به اصطلاح توضیح بده، ولی سعی میکنم همونطور که شما هم گفتین نقش خودش رو کم رنگ جلوه بده، ولی در این حال به خاطر اینکه میترسه از رفیق رفقاش که الان تو قدرت هستن از سیستم دفاع میکنه و سعی میکنه که نگاه دیگر. اینو میخواستم در مورد اینم بگم، نگاه جمهوری اسلامی رو میخواد اینجا مطرح کنه. مثلا در مورد جنگ ایران و عراق داره میگه که مجاهدین رفته بودن عراق و حتی خیلی عادی داره میگه 200,000 نفر مجاهدین کشتن. فکر میکنه که مثل دادگاه های جمهوری اسلامی، یا مثلا میگه که همه مردم ایران به اونا میگن منافق، یعنی پاوشال کردن و آلگماین مثلا همه چیزو با هم دیگه رو هم ریختن و حکم دادن رو که توی ایران و جمهوری اسلامی داره اینجا نمایندگی میکنه. ولی به نظر من همونطوری که گفتم، من امیدوارم این دادگاه وارد جزئیات بشه و نقش این آدم رو به خصوص در قتل عامی که اتفاق افتاده بگه. این الان داره انکارهاش شروع میکنه، ولی شخصا فکر میکنم اینقدر این دادگاه سند، مدرک، آدمای زنده‌ای که اومدن حرف زدن دستش هست که حتما در نهایت محکوم خواهد شد. شما به عنوان کسی که خودتون اون دوره رو تجربه کردید، در زندان بودید، بسیاری از دوستان شما اعدام شدن، الان که در یک همچین دادگاه حضور دارید و خود شخص نوری سعی می‌کنه به این شیوه از خودش دفاع بکنه، می‌خوام از حستون بپرسم چه حسی دارید؟ خیلی حس ناراحت کننده، یعنی بعضی وقتا احساس می‌کردم باید بلندشم یه سر و صدا بکنم، باید بلندشم بگم خفه شو، خجالت بکش. ما در مورد جان و زندگی آدم ها داریم حرف میزنیم که تو این عزیزان ما را کشتی. من همسرم تو ایران اعدام شده سال 60، ولی بعد از اونم دوستان خیلی زیادم. من دوستانی داشتم، دخترای جوان که قبل از اعدام بهشون تجاوز کردم. من با مادرای اون دخترها حرف زدم، حالا این نبوده، یکی دیگه شون بوده. ما با یک حکومتی طرف هستیم، دخترای جوان رو توی تابوت گذاشتن تا برگردن بگن حکومت اسلامی رو قبول دارن. دوستای منو زیر شکنجه واقعا له کردن. این اتفاقات افتاده و بعد این اینجا میاد، به خصوص قسمتهایی که منو آزرده خاطر میکرد در مورد خانوادش با کمال آرامش داره حرف میزنه. نوامو خیلی دوست دارم، بین دختر و پسر فرق نمیذارم، دخترم عزیز، اون یکی فلانه. خب کسافت، پس اونای دیگر که بردی کشتی، اونا خانواده نداشتن، مادر نداشتن، خواهر نداشتن. مثلا من خودم از خانواده اومدم که تعدادی از فامیلای ما را اعدام کردن. عمه من 3 پسرش رو اعدام کردن. مگه اون قلب نداشت؟ مادری که 3 پسر رو میبرید اعدام میکنید و تو اینجا میای با کمال وقاحت داری یه جوری حرف میزنی انگار دنیا عادی، از خانوادت دفاع میکنی و در نهایت هم به درد و رنج رو گریه های کسایی که اومدن تو دادگاه حرف زدن کاملا بی توجهی. من خیلی خیلی از این نظر آزرده می شدم تو این دادگاه. خیلی ممنونم از شما خانم مینا احدی. خیلی ممنون.